صبح زیبا و دلانگیز همه شما هموطنان عزیز ما بخیر باشه خدا کنه که برنامه تا بر همه خوب و خوش گذشته باشه در قسمت از برنامه هم میخوایم روی موضوع بسیار مهم و بارزش صحبت بکنیم اعتماد به نفس بدون شک اعتماد به نفس پدیده است که ما را میتونه به قله های موفقیت برسانه ولی ما چگونه تانیم اعتماد به نفس را کسب بکنیم کدام ابعاد زندگی ما را اعتماد به نفس میتونه مورد پوشش خود قرار بده و تا چی اندازه در زندگی ما اهمیت داره تمام این موارد را میخواییم صحبت بکنیم با مهمان خیلی عزیز و گرامی که با ما هستند مجتبی نقشبندی فعال اجتماعی خوش آمدین این صحبتان بخیر تشکر سلامت باشین به نام حق به نام خداوند حدالت و زندگانی سلام و صبح خیری خدمت شما و خدمت تمام دوستان بینینده آرزو من دستم که صبح خوش را آغاز کرده باشن و صبحشان سرشار از خوبی هم سلامت باشین تشکر با هم خوشحال هستیم نزدیک شما را امروز در برنامه صبح ها زندگی با خود داریم سلامت ابتدا صحبت بکنین در مورد اعتماد به نفس که از دید شما چه مفهوم داره؟ خب خطاب به دوستان بیننده آیا هم اتفاق افتاده باشه که کار را خوب بلد هستین لیکن از ترس از اینکه خدای ناخواسته کار را به غلطی انجام بدین کار را انجام ندارین و سخن را قرار است که در مظهر بیان بکنین جرات ندارین که بیان بکنین با وجود که شما راست هم میگوید پس این همه ناشی از اعتماد به نفس ضعیف است پس باید بگیم که اعتماد به نفس من به قدرت شما اعتماد به نفس انرژی شما اعتماد به نفس من به موفقیت شما بدون اعتماد به نفس هیچ کار را نمیتون انجام داد دقیقا. امیدوار بود زندگی کرد و با آرزوهای خود برسیم مهم. و به یک شخص غیر قابل شکست و غیر قابل توقف مبدل شیم پس اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس عبارت از اطمینان و باور به با توانایی های است اینکه ما قهرمان زندگی خود هستیم سری راسا و خوب حمل کرد داریم و هر آن چیزی که پلان داریم و حارزو داریم انشالله با توکل گفتن و انشالله گفتن با آن میرسیم اعتماد به نفس خودش یک عمل اکتسابی است ناخداگانی است یعنی که از زمان تولد پایه های آن در ذهن انسان گذاشته می شود و به مرور زمان نظر به حالات و شرایط فرق می کنه. در بعضی کس ها خودباوری خیلی بالایی وجود داره و در بعضی کس سطح اعتماد به نفس خیلی پایان است و این هم برمیگرده به رشته شان زمانی که یک شخص در رشته خود مسلکی است بدون شک در روش میتونه اعتماد به نفس خوبی داشته باشه اما در سایر موارد که برمیگرده به دیگر مسلک ها و نمیتونن اعتماد به نفس خوب داشته باشه پس بنا بر میتونیم بگیم که اعتماد به نفس خیلی ها مهم است کسانی که واقعا انرژی درونی دارن قدرت درونی دارن لیکن نمیتونن که به اون موفقیت هایی که در واقع در وجودشان نهفته با برسه این به این که اعتماد به نفس ضعیف دارن بسیار خب مشتاق جان در رابطه با انواع اعتماد به نفس میشه صحبت بکنین که اعتماد به نفس چه انواعی میتونه داشته باشه از لحاظی که یک فرد آیا میتونه اعتماد به نفس حقیقی داشته باشه و یا همگاه اوقات میتونه اعتماد به نفس یک فرد به صورت کاذب وجود داشته باشه خب اعتماد به نفس بدون هم که اعتماد به نفس کاذب و دوم هم اعتماد به نفس حقیقی زمان که یک شخص واقعا بالای خود اعتماد داره باور داره که انشالله قهرمان زندگی از در هر رشته که کار فعالیت داره انشالله با موفقیت دست پیدا میکنه او شخصی است که واقعا بالای خود اعتماد داره در واقع در صحنه عملی هم اعتماد به نفس خوده بحب. تمرین میکنه و شخصی که در واقع اعتماد به نفس کاذب داره به این که در صحنه حاضر نمیشه از اعتماد به نفس خوبی برخوردار نیست کار فعالیت خوبی نداره در واقع در خود یک احساس و خوشبوری داره که ما همش کار را که قرار است انجام بدم موفق میشم لیکن زمانی که وارد صحی عملی میشه نمیتونم با موفق دست پیدا کنم ولی بعضی در حقیقتا اعتماد به نفس کافی ندارن ولی ظاهراً به دیگران نشان میتن که ما اعتماد به نفس کافی داریم ولی بعضی مواقعی که پیش می در زندگی فرد باز اونجایی است که احساس میکنم واقعا اعتماد به نفس ما حقیقی نبوده بلکه اعتماد به نفس کاذب بوده حالا میشه روی از این صحبت بکنین که چطور ما میتونیم اعتماد به نفس را کسب بکنیم خب مراحل خیلی خوبی هم وجود داره که ما میتونیم بالای سطح بالای خود باوری خود کار بکنیم و میتونه تاثیر خوبی داشته باشه زمانی که ما خدا بشناسیم هدف زندگی خدا بشناسیم جهان چهار طرف خدا بشناسیم جهان بینی کامل از خود و دنیا داشته باشیم ما میتونیم که در زندگی خود عمل کرد و خوب داشته باشیم و اعتماد به نفس و بالای خوبی را به دست بیاریم دوستان ما حسن واقعا انرژی خوب دارن از پتانسیل درونی خوب برخوردار هستن دوستان ما در اکثر حالات از ما انتقاد میکنن زمانی که ما انتقاد اونها رو لبیک بگیم و انتقاد شنا قبول بکنیم بدون شک میتونه تاثیر مثبتی در روند زندگی ما و پیش فای زندگی ما داشته باشه ولی انتقاد بجا باید باشه در صورتی که یک فرد خودش از خود درک و شناخت کافی داشته باشه در دا صورت است که میتونه انتقاد دیگران را بپذیره در صورتی که اگر متوجه میشه یک فرد انتقاد بالایش میکنه و اون انتقاد درست هست ولی زمانی که شناخت کافی از خود داشته باشه اگر یک فرد انتقاد نادرست میکنه در حالی که فرد خودش از خود شناخت کافی داره دیگر در او صورت نکنه که انتقاد جانب مقابل رد بکنه چون اسات قبلا شناخت کافی داره دقیقا باید انتقادشان بجا باشه انتقاد انتقاد به جای به توهین به شخصیت یک شخص پس به خاطر باید انتقاد پذیر باشیم و یک چیزی که دیگه خیلی مهم است ما نباید از خود انتقاد بکنیم زمانی که ما از خود انتقاد میکنیم به ایمان است که ما خود کم تر میشیم ولی چقدر مهم است که ما ضعف های خود باید شناسایی بکنیم خیلی ها مهم است زمانی که ما اعتماد به نفس خیلی خوب داشته باشیم باید نقاط قدرت و ضعف خود پیدا بکنیم ما قرار از با کدام چالش ها دست پنجه نرم میکنیم <applause> کدام موانع راه ما قرار دارد تا اینکه که بالاخره ما بتونیم و موانع را یک طرف بگذاریم و بالاخره به هدفی که داریم به او برسیم پس به این خاطر خیلی مهم است باید واردش بکنیم تغذیه سالم داشته باشیم وقت کافی بر دوستان خود داشته باشیم همیشه با قاطیت رفتار بکنیم با خاطیت صحبت بکنیم مدیت ترس سخنرانی داشته باشیم زمانی که صحبت میکنیم به طرف چشای مخاطب خود ببینیم این یمال میتونه که تاثیر خیلی خوبه در راستای بلند بردن میزان خود باوری باشه دوستان ما حسن کونا نمیتونن فرق بین هیزت و نفس اعتماد به نفس بکنن هیزت نفسی به این است که ما بالای خود برای خود هرچش قائل هستیم مثلا هر رقم شخصی که هستیم و کدام شخصیت داریم کدام شیب و تیب داریم و دوستان داریم از سولت هایی که در کنار ما قرار داره ما واقعا شکران نعمت میکنیم این عبارت از هزت نفس است عزت نفس در تمام مراحل زندگی نقش فعال خود دارد اگر ما عزت نفس داشته باشیم نمیتونیم که اعتماد به نفس خوب داشته باشیم پس اون که خیلی مهم است اول باید ما عزت نفس داشته باشیم و بعد اعتماد نفس مثلا یک شخصی که رشتی فوتبال است میتونه که در رشتی فوتبال خیلی ها اعتماد به نفس خوب داشته باشه اما زمانی که برش بگویند که در مقابل اشخاص ما صحبت بکنیم شاید اعتماد به نفس کافی نداشته باشه تا در مقابل 5 نفر صحبت بکنیم دقیقا و ای که ما توانایی را حاصل بکنیم که در مقابل پینجا نفر یا صد نفر و یا هم یک جمع که قرار است ما صحبت بکنیم ابتدا خوب است که ما اعتماد به نفس لازم را کسب بکنیم و از همه مهمتر به خاطر داشتن اعتماد به نفس خوب لازم است که ما قبل از انجام یک کار حتما تمرین داشته باشیم به با افراد افرادی که حتی اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن اگر تمرین کافی نداشته باشند و در جای ازشان دعوت شود که شما باید سخنرانی بکنین شاید بدون آمادگی کار درست نباشند که قبول بکنن تا در یک جمع سخنرانی بکنن پس نکته که میتونه ما را هم کمک بکنه داشتن تمرین هست و به هم هم روانشناسا بیشتر توصیه میکنن که شما خوب از یک آینه را در مقابل خودتان قرار بدین و در مقابل آینه هر روز صحبت بکنین صحبت کردن در مقابل آینه به نفع ما را بسیار کمک میکنه تا روز به روز بتونیم اعتماد به نفس خود را بیشتر بسازیم بدون شک باید از باید قبل از انجام هر کاری و داشته باشیم اگر آمادگی نداشته باشیم بدون شک نمیتونیم کار خود با خوبی انجام بدیم پس به خاطر نیاز است که اگر ما در هر رشته که فعالیت داریم و مسلکی هستیم کار میکنیم باید آمادگی خود بگیریم به خاطر اگر آمادگی نگیریم شاید در انجام کار خود اشتباه داشته باشیم بسرحان. پس میتونیم بگیم که آمادگی هم میتونه نقش خیلی مهم در راستای بلند بردن اعتماد به نفس خیلی خوب حالا مگه صحبت بکنیم در رابطه با اینکه اگر یک فرد اعتماد به نفس کافی نداشته باشه با چی مشکلات در زندگی مواجه میشه خب زمانی که شخص اعتماد به نفس کافی نداشته باشه واقعی نمیتونه که از استعدادهای خود استفاده بکنه همیشه جگرخون است و ترس در وجودش از استراب داره مضطرب از استرس داره افسرده است با بعضی از امراضی که در واقع در رویت انسان تاثیرگذاری داره مبتلا میشه پس اینا باید کار بکنن فعالیت بکنن ترس نداشته باشن <تصفح> هر باری که ما اشتباه میکنیم یک درسو نو تجربه نو هست هر <applause> باری که میفتیم میلغزیم در واقع میتانیم یک چیز نوه بگیریم و, و تغییر بکنیم اگر تغییر نکنیم بالاخره نمیتانیمکه دقیقاً. و, و ترس که ما در زندگی خود معمولا تجربه میکنیم هیچگاه نباید از ترس فرار بکنیم بلکه خوب است که ما با ترس های خود مواجه شیم و ببینیم که ترس ما تا چی اندازه حقیقت داشته گاه اوقات زمانی که ما از ترس های خود عبور میکنیم سبب میشه که ما به قله های موفقیت برسیم ولی زمانی که ما از ترس میترسیم از ترس خود دور میسازیم اینمی سبب میشه که ما در حقیقت نتونیم به موفقیت برسیم پس نکته که ما را میتونه هم کمک بکنه است که از که ما ترس های داریم از ما ترس و حراس داریم وارد از همونجا و یک بار تجربه بکنیم که این ترس چی حس داره و پس از او بدون شک یک فرد میتونه موفق باشه بدون شک ما الحمدلله مسلمان هستیم خدا متعال در قرآن کریم صراحتا بیان میکنه و خلقنا الانسان ضعیف ما انسان ها را ضعیف خلق کردیم ملائک فرشا کسان هستند که در انجام کار خود هیچ اشتباهی را مرتکب نمیشه با من هم... ما من هیز یک مسلمان ای که خداوند متعال خودشان بیان کرده ما انسان ها را ضعیف کرد خلق کردیم باز نمیدونیم که در انجام کار خود که در واقع ابتدا هست و فعالیت های نخستین ما هست بره. باید خوبتر فعالیت و عمل کرد داشته باشیم مم. بدون شک هر کار در ابتدا کندی ها و ضعیف های خود داشته باشه پس ما که اطراع بکنیم ضعیف هستیم و ایسا با مرور زمان میتونیم اعتماد به نفس ما بالا میره تجربه میگیریم هر تجربه و هر فعالیت و هر کار میتونه ما را به موفقیت و فعالیت و های بیشتر برسونه بسیار خوب یک تعداد از افراد هستند که دوستای مختلف را بر خودشان انتخاب میکنن نگاه حلقات هم افراد هستند که دوستای بر خود انتخاب میکنن که کلا اینا افسرده میباشن از اعتماد به نفس پایین برخوردار هستند و بیشتر اوقات در زندگی میترسن اینا اگر ما اطرافیان خود را قسم انتخاب بکنیم که اینا از ای دست افراد باشد چقدر ما را ضعیف روز بر روز میسازن دوست خیلی ها مهم زمانی که ما دوستان خوب داریم با شخصیت هستند بالای ما افتخار میکنن ما رو دوست دارن و خیلی ها لایق هستن در هر عرصه زندگی خود ما انگیزه میتن بلاخر انگیزه و تشویق خونه سبب میشه که ما سطح اعتماد به نفس بالا داشته باشیم در مراحلی که ما با یک از دوست میشیم اکثرا چیزهایی رو تجربه میکنیم که قبلا تجربه نکرده بودیم پس دوست میتونه خیلی ها مفید باشه دوستانی که در واقع اونا دوستان خوب ندارن از شخصیت خوب برخوردار نیستن اعتماد به نفس ضعیف دارند و در فعالیت های اکادمی زندگیشان موفق نیستن بلاخره نمیتونه که میزان خود باوری در وجود فرد بالا بره اگر من امروز دوست شما هستم از شما انگیزه میگیرم شما شخصیت خوب دارین شما گردانید موفق هستین باز بلاخره فعالیت های شما you <laughs> کارهای شما بالای روی و واقعا تاثیر خود داره پس بالاخره من انرژی میگیرم شما مرا ترغیب میکنید تا بیشتر کار بکنم فعالیت داشته باشم بالاخره قهرمان زندگی خود باشم همیشه بویم که من خودم هستم خدا با دیگران مقایسه نمی کنم. پس بالاخره نقش خی... دوست خیلی نقش مهم داره پس باید دوستان خوب داشته باشیم در انتخاب دوست خود خیلی ها کوشه باشیم که دوست سالی هم نشین بر خود انتخاب بکنیم بسیار علی. یک سال دیگه که میخوایم از شما بکنم است که ما چطور چطور میتونیم یک الگوی بسیار خوب بر خود ما در زندگی تعیین بکنیم تا بتانیم که از او شخصیت الگو برداری بکنیم و به نحو جنبه های مختلف زندگی ما را بتانه تأثیر گذار باشه اعتماد به نفس خیلی ها مهم است اما چیزی که ما را میتونه به میزان خودباری بالا سوق بده او اجتماعی هست رفتار اجتماعی است زمانی که ما اجتماعی هستیم شخصیت اجتماعی داریم با تمام مردم در سطوح مختلف ارتباط داریم ما میتونیم که در واقع الگو باشیم مردم ما را بیشتر با ما داشته باشه و از او استفاده خوب بکنیم مطالعه داشته باشیم و با در شبکه های اجتماعی و مجازی فیسبوک اینستاگرام بعض شبکه های دیگر موضوعات را بیان میکنیم که در واقع جلب توجه زمانی که لایک و میکنن در واقع میتونه تأثیر خوبی ولی شخص خیلی یک موضوع دیگه که ما میخوایم بیان بکنیم این است که گاه اوقات ما اشتباه میکنیم الگو را با تقلید بعض افراد یک فرد را یا یک شخصیت را بر خودشان منحیث یک الگو انتخاب میکنند ولی گاه اوقات متوجه میشیم که اینا در زندگیشان از این فرد ایواز که الگو برداری بکنه تقلید میکنه مکمل حتی لباسش را تقلید میکنه استایل مویش را تقلید میکنند لباس و طرز رفتارش چطور ما میتونیم که واقعا از یک فرد الگو برداری بکنیم منحیث از اینکه جنبه های مثبت زندگیشان ما بتونیم به نحو استفاده بکنیم و با مو روش ها بتونیم زندگی خود ما را تقویت بکنیم بجای از اینکه ما بریم به دنبال افراد و هر لحظه لحظه زندگیشان تقلید بکنیم خب بدون شک الگویی است که ما شخص از درایت علمیش از تجربیش از فهم و ش الگو بگیریم و مثل اونا کار بکنیم زحمت بکشیم زمانی که ما تقلید میکنیم در واقع توهین به شخصت خودمون است چون هر کس شخصت جداگانه خود داره شما شخصت خوبه دارین دوست دیگر ما شخصت خوبی دارن پس ما نباید تقلید بکنیم تقلید تالگو تا خیلی حفر داره کسانی که برداری میکنن به ایمان است که همون هدف را که دوستشان داره اینا هم تقیب میکنن لیکن تاز رسیدن به هدف شیوه رسیدن به هدف فرق میکنن پس ما کسان باشه که در واقع اونا از شخصت خوبی برخوردار باشه و ما هدف خوب اونا که دارن محرم خوبی کنا دارن باید تعقیب بکنیم کار فیل بیشتر داشته با. باشیم تا اینکه بتونیم به هدف خود برسیم سلامت باشین از شما یک دنیا هستم مگر در آخر برنامه هم گفتنی به هموطنان عزیز ما به خصوص بر جوانان دارین بفرمایید کدام گفتنی خواستن دارم ان دوستانی که من اصل موفق باشن کار بکنن زحمت بکشن تلاش بکنن شخصیت خودشان باشه و خودشان با دیگران مقایسه نکنن و پیشر کار فعالیت بکنن رفتار اجتماعی داشته باشن تمرین بکنن از ترس نترسن تا یک بالاخره اعتماد به با نفس بالای با سپاس از حضورتان در برنامه صبح زندگی افقات خوب خوش برتان میخواید سلام علیکم از شما هم یک دنیا تشکر میکنم کنم بیننده عزیز و مهربان از اینکه تا این لحظه بیننده بخش های مختلف صبح زندگی بودین و ما را به خاطر دیدن انتخاب کردین تا ساعت ده بیننده ما باشین با بخش های جالبه که هنوز هم داریم و تقدیمتان می کنیم اما قبل از همه وقفه کوتاه می تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین